به نام خدا. سلام دوستان، نهمین درس از زبان اسپانیایی رو با هم آغاز می‌کنیم. لکسیون نوئبه. در این درس صرف افعال در زمان حال ساده رو با هم ادامه میدیم. در درس‌های قبل یاد گرفتیم که افعال در زبان اسپانیایی به آر، ار و یا به ایر ختم میشن. در مورد افعال با قاعده اینطوری بود که ما میومدیم مختومه رو حذف میکردیم، ریشه فعلمون رو به دست میآوردیم و بعد مختوم مناسب برای ضمیر مناسب رو قرار میدادیم و فعل رو میساختیم. در مورد افعال بی قاعده یه توضیح کوچیک دادم که یک سری حرف و حروف در داخلش تغییر پیدا میکنه و ما فعلا کاری به اون نداریم و داریم در مورد افعال با قاعده صحبت میکنیم. خب برای افعالی که به آر و به ار ختم میشن براتون مثال زدم و توضیح دادم که چطور صرف میشن. برای افعالی که به آر ختم میشن مثل فعل آبلار و یا تراباخار، برای افعالی که به ار ختم میشن مثل فعل کومر و یا مثل فعل کورر. حالا در این درس میخوایم ببینیم که چطور افعالی که به ایر ختم میشن صرف میشن. براتون مثال زدم اینجا، مثل فعل اسکریبیر به ایر ختم شده و معنی نوشتن میده، اسکریبیر. خب حالا چطور من بگم من مینویسم؟ اگر یادتون باشه در درس‌های قبلی نکته بهتون گفتم برای اول شخص مفرد و یا همون من فرقی نمی‌کنه چه فعلمون به آر، چه به ار و چه به ایر ختم بشه، ما این مختوم رو حذف می‌کنیم و یه او بهش اضافه می‌کنیم. تموم شد و رفت. یو اسکریبو یعنی چی؟ یعنی من می‌نویسم. درست شد؟ این اسکریبو همون جانشین ام رو داره، من می نویسم، یو اسکریبو. خب ضمیر بعدیمون ضمیر تو هست، اسکریب و ریشه فعلمونه. حالا چطور بتونیم بگیم تو می نویسی؟ چطور میتونیم بگیم تو می نویسی؟ بچه ها اگر یادتون باشه در مورد فعل آبلار بهتون گفتم که این فعل چون به آر ختم میشه ما اون آر رو تو گوشه ذهنمون داریم، میاریم پایین و یه اسه کنارش قرار میدیم و فعلمون رو میسازیم، میشه تو آبلاس، یعنی تو صحبت میکنی. در مورد فعل کمر که به معنی خوردن بود و به ار ختم شده بود بهتون گفتم چون به ار ختم شده اون ار رو بیارید پایین، گوشه ذهنتون نگه داشته بودید و متعلق به فعل بود، میارید میذارید پایین، اسه هم کنارش قرار میدید و میشه تو کومس، میشه تو میخوری. حالا آیا برای فعل هایی که به ایر هم ختم میشن اینطوریه؟ یعنی اینطوریه که اون ای که در داخل خودش هست و ما تو گوشه ذهنمون قرار دادیم رو میاریم پایین و یه میاریم پایین و یه اسه کنارش قرار میدیم و فعلمون رو میسازیم به این صورت تو اسکریبیز؟ نه، اینطوری نیست و غلطه. یه نکته بهتون میگم که یادگیریش برای شما خیلی راحت تر بشه. ببینید افعالی که به ایر ختم میشن دقیقاً صرفشون مثل چیه؟ مثل افعالیه که به ار ختم میشن. البته استثناء داره، برای دو تا از ضمیرهامون اینطوری نیست که اونها رو به صورت بنفش رنگ نوشتم و بهش میرسیم، ولی این رو بدونید که صرف افعالی که به ایر ختم میشن دقیقا مثل افعالیه که به ار ختم میشن. یعنی چی؟ یعنی اون ای که داخل خودش هست میاد پایین، تبدیل به ا میشه و یه اسه هم کنارش قرار میگیره، میشه تو اسکریبس، میشه تو مینویسی. متوجه شدید؟ پس صرف افعالی که به ایر ختم میشن دقیقا مثل صرف افعالیه که به ار ختم میشن به جز دوتا ضمیر که اون دوتا ضمیر استثناء هستن و ای خودشون رو در خودشون نگه میداره. خب اوستد سکریب، خب اون ای میاد پایین، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به ای میشه، میشه شما می نویسی یا می نویسید. ضمیر بعدیمون ال و ایا معنای او میده، گفتیم اون هم مثل چی صرف میشه؟ مثل اوستد صرف میشه. ای فعل اسکریبیر میاد پایین، کنارش قرار میگیره، تبدیل به ای میشه، میشه چی؟ میشه او می نویسد. درست شد؟ حالا اینجا نکته داره، بنفش رنگش کردم، اینجاست که دیگه
مثل در این بخش، یعنی در این دوتا ضمیر، مثل فعل هایی که به ار ختم میشن صرف نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینا همون ای که در خودشون هستن توی خودشون نگه میدارن، زورشون میرسه میگن ما اینو نمیخوایم با ای عوض کنیم، ای رو در خودشون نگه میدارن. پس همون ای میاد پایین، میاد پایین. چرا قرمز نمیشه؟ یک لحظه اجازه بدید، معذرت میخوام، من نمیدونم چرا قرمز نمیشه. شد. خب. میاد پایین و بعد یک مس بهش اضافه میشه. اسکریبیموس. یعنی چی؟ یعنی ما می نویسیم. ما می نویسیم. نوسوتروس اسکریبیموس. نوسوتراس اسکریبیموس. ضمیر بعدی هم مثل ضمیر نوسوتروس و نوسوتراس اینطوریه که ای رو در خودش نگه می‌داره. یعنی چی؟ یعنی که اون ای میاد پایین. البته این ای که میاد پایین به این تبدیل میشه، یعنی تیلد میگیره. خب و حالا ما برای این ضمیر چی باید اضافه کنیم؟ اگه یادتون باشه ای اس بود، درسته؟ ولی این چون خودش اینجا ای داره، پس دیگه نیازی به ای دوباره نیست که ما بخونیم اسکریبیس، درسته؟ پس همون یه دونه کافیه و ما فقط یه اس میذاریم کنارش. یعنی چی؟ یعنی شماها می نویسید، درست شد؟ بوسوتروس، بوسوتراس، اسکریبیس، اوستدس. خب دیگه اینا زورشون نمیرسه که بخوان ای خودشون رو نگه دارن، ایشون میاد تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به ا میشه، تبدیل به ا میشه و یه ان هم کنارش قرار میگیره. اوستدس اسکریبن. یعنی چی؟ یعنی شماها که محترمانه هست می نویسید، درست شد؟ خب گفتیم ضمیر بعدی ایوس و ایاس هست، گفتیم که این هم مثل اوستدس صرف شیکیه، ایش تبدیل به ای میشه، میاد پایین، میاد پایین و این نمیگیره. ایوس ایاس اسکریبن، یعنی آنها می نویسن. خب درست شد بچه های، مرور میکنیم. یو اسکریبو، تو اسکریبس، استد اسکریبه، ال ایا اسکریبه، نوسوتروس اسکریبیموس، بوسوتروس اسکریبیس، استدس اسکریبن، ایوس ایاس اسکریبن. خب یه تمرین من بهتون میدم، فعل بیبیر دقت داشته باشید که این بیبیر خونده میشه. فعل بیبیر که به معنای زندگی کردن میده، از شما میخوام که برای من صرف کنید. صرفش چطوریه؟ خب دقت داشته باشید که این مختوم به ایر هست، پس صرفش دقیقا مثل چیه؟ مثل فعل اسکریبیر هست که به معنای نوشتنه. اینو برای من لطفا به ترتیب و با ضمایر مختلف صرف کنید و کامنت بذارید. اگر اشتباهی داشته باشید حتما تصحیح خواهد شد. و قبل از اینکه درس رو به پایان برسونم میخوام بهتون یه نکته بگم. بچه من درس سوم رو یک بار نگاه کردم. اول درس سوم به حروف به حرف اچه گفتم اچی. این هم به خاطر خب تلفظ تند و سریع من بوده. خیلیاتون شاید متوجه شده باشید، خیلیاتون هم شاید متوجه نشده باشید. خواستم اینو بهتون بگم که این اچه هست. اچه، من اونجا شاید تند گفتم و گفتم اچی، ولی این اچه هست. خب بچه ها، امیدوارم که از این درس هم لذت برده باشید.
تا درس بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه. ادیوس.